مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، خود وارد جنگ شده است و برخورد دوگانه اشرف غنی با مردم افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان می نویسد: مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، خود وارد جنگ شده است. محمد داوود، جنبش فاریابی، خبر داد. فرستادن 1000 سرباز رضاکار و بدون اخذ امتیاز دولتی در این سرمایه شدید در خط مقدم جبهه، جلوگیری از سقوط ولسوالی های چارگانه انخوی، از قدرت توان هر شغال و روبا صفتان نیست. اشاره: سفربری رزمی رضاکاران مقدمه لشکر آرای مردمی است و در صورت جدی شدن جنگ اردوی دیگری به صحنه می آید. در همین حال محمد جواد رحیمی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: برخورد دوگانه اشرف غنی رئیس جمهور کشور با مردم افغانستان. ضمن افزایش تبعیض و تعصب، شکاف های قومی و زبانی را نیز بزرگتر می سازد. یکی از تازه ترین برخورد های دوگانه و تبعیض آمیز اشرف غنی و تیم او، بی توجهی عمدی در حق استاد رهنورد زریاب می باشد. برای توضیح این موضوع بهتر است برخورد اشرف غنی را با دو شخصیت علمی، تاریخی و فرهنگی کشور، مرحوم استاد سلیمان لایق و مرحوم استاد رهنورد زریاب ذکر نماییم. زمانی که شاعر و نویسنده مشهور کشور استاد سلیمان لایق مرحوم در شفاخانه غازی امان الله خان بستری بود، اشرف غنی شخصا به عیادت او رفت و به مسئولین شفاخانه دستور داد تا از استاد لایق مرحوم مراقبت جدی نمایند. زمانی که آقای لایق وفات نمود، برای تدفین او کمیسیون ویژه ایجاد شد و مراسم تدفین نیز به شکل ویژه و منظم برگزار گردید. برعکس، استاد رهنورد زریاب مانند استاد لایق مرحوم از شخصیت های بزرگ و فرهنگی کشور بود و روزهای سختی را در بستر بیماری سپری نمود. اما نه تنها اشرف غنی، بلکه هیچ عضو ارشد حکومت او نیز از استاد مرحوم مراقبت و احوال پرسی ننمودند. بدتر از همه اینکه برای تدفین استاد زریاب نه تنها کمیسیون خاص ایجاد نشد، بلکه در مراسم تدفین او نیز هیچ مسئول حکومتی نیز اشتراک ننمودند. به تفاوتی مسئولین حکومتی در حق استاد زریاب مرحوم، دوگانه، تبعیض‌آمیز و توهین علنی در حق شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور می باشد و به سادگی زمینه دامن زدن به مسائل قومی و زبانی را مساعد می سازد. از اینکه حکومت فعلی غیر قانونی و مسئولین آن نیز تحمیلی و فاقد خرد سیاسی و جایگاه ملی‌اند، توقع بیشتر از این را نمی توان از آنها داشت. اما جوانان، شهروندان و هموطنان عزیزمان باید بدانند که عملکردهای غیر انسانی مسئولین حکومتی نمایندگی از اقوام شریف کشور نمی کند و نباید باعث افزایش تنش‌های سمتی و زبانی گردد. همچنان اشرف غنی و سایر دشمنان دین و ملت باید بدانند که خداوند تبعیض و تعصب را حرام قرار داده
و هر کسی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم میان مردم عزیز افغانستان تفاوت ایجاد می کنند و سبب گرم شدن گرایشات قومی و زبانی می شوند، ناکام و نزد خدا و رسول او منفور و ملعون خواهند بود. خداوند بر استاد زریاب مرحوم، استاد لایق مرحوم و تمام رفتگان کشور بهشت برین نصیب نماید. در همین حال ضیا شهریار در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: استاد رهنورد زریاب دین بزرگ بر گردن فارسی زبانان افغانستان داشت. سربلند و با افتخار زندگی کرد و شک نیست که با کارهای با ارزشش جزو چهره های درخشان تاریخ افغانستان و جهان خواهد بود. اما روایت هایی که از روزهای آخر زندگیش خواندم و شنیدم به شدت ناراحتم ساخت و یک بار دیگر متوجه شدم که دولت افغانستان تا چه حد به فرهنگ و چهره های فرهنگی بی‌اعتناست، مخصوصا اگر این چهره فرهنگی با روایت دلخواه دولت مردان سنخیت نداشته باشد. با یاد یک خاطره سالها پیش افتادم، با یکی از دوستانم که حالا از مهمترین گردانندگان امور در دولت افغانستان است در یک مهمونی صحبت میکردیم. نام استاد زریاب مطرح شد. گفت نمیشناسمش کیست. با خنده گفتم باور نمیکنم زریاب را نمیشناسی و ادامه دادم که او داستان نویس مشهور فارسی زبان در افغانستان و از محدود نویسندگانی است که شماره از آثارش حتی در ایران خواننده دارد. به من نگاه کرد و با شوخی گفت: برای شما مردم ایران بسیار مهم است، ولی برای من اهمیت ندارد. من در پاسخ گفتم فرهنگ موضوع متفاوتی است و شبیه این است که یک نویسنده یا فیلمساز بریتانیایی برایش رویاست که اثرش در بازار ایالات متحده آمریکا خوانده یا دیده شود. حالا وقتی چنین ذهنیت های در رأس قدرت باشند، چه انتظاری وجود دارد که بنانند زریاب چه گوهر نابی بود و دولت چه مسئولیتی در قبال او داشت. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.